درود بر شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون های آیدیا، این اندیشکده جهانی. من سیروس کنگرلو هستم و خوش آمدید به برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های هنر در تبعید شماره 20. امروز قرار هست درباره کسی صحبت کنیم که یکی از هنرمندان پرآوازه در سینمای ایران است که با وجود مهاجرت اجباری یا بهتر بگویم تبعید و غیبت طولانی از سینمای ایران، همچنان نام ایشون به عنوان بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای کشور به گوش می‌خوره. بله، بانو سوسن تسلیمی که علاوه بر هنرپیشگی کارگردان تئاتر و سینما هم هستند و ماندگارترین بازی‌هایشون رو در 4 فیلم بهرام بیضایی، یعنی چریکه تارا، مرگ یزدگرد، باشوق، غریبه کوچک و شاید وقتی دیگر ارائه کرده و از مکررترین بازیگران بیضایی به شمار میره. البته بانو تسلیمی در حال حاضر در سوئد اقامت داره، گنجی دیگر ربوده شده از وطن، و در کارگردانی و بازیگری تئاتر و سینما فعالیت میکنم. من افتخار این رو داشتم که در سالهای جوانی در ایران یک رستورانی بود روبروی سفارت امریکا به نام تیفانی. بعضی اوقات من با دوستان ایشون رو میدیدیم اونجا و شاهد جمعی بودیم که صحبتهای اینها همیشه در مدار هنر و فراهنری و فرافرهنگی میچرخید و فعالیت زیادی داشتن. برجد ایشون در سال 2002 جایزه شخصیت ممتاز فرهنگی و هنری کشور سوئد رو گرفتن و از او به عنوان یکی از برترین بازیگران زن تاریخ سینمای ایران که دارای سبک بازیگری خاصی هم هستن نام برده میشه. چرا هنرمندای ما، ورزشکاران ما در خارج از کشور ازشون تشکر بیشتری میشه و حتی فوتبالیستای ما میان بیرون بهشون پول بیشتری میدن و احترام بیشتری میذارن به اونها. برجت و ایشون کتابی رو هم به عنوان اسطوره مهر درباره زندگی و آثار او به کوشش بیتا ملکوتی به چاپ رسیده و همچنین کتاب گفتگویی با او درباره زندگی و آثارش تحت عنوان سوسن تسلیمی در گفتگوی بلند با محمد عبدی در لندن به چاپ رسیده. سوسن تسلیمی در 18 بهمن 1328 در رشت متولد شد. پدر ایشون خسرو تسلیمی، خانواده را ببینید، واقعا که باعث افتخار کشور ما هستند. چه در کشور باشید بانو تسلیمی، چه نباشید، ما شاهد هنر شما بودیم و هنر شما چیزی نیست که کسی بتونه اون رو تسخیر بکنه، از میان ببره و از چهره تاریخ هنر ایران پاک کنه. پدر ایشون خسرو تسلیمی مدیر تولید و تهیه کننده، مادر ایشون منیر آخوندنیا همون تسلیمی بازیگر و برادرانش سیروس تسلیمی و سیروان تسلیمی فیلم نام نویس و تهیه کننده و بازیگر. هر 4 نفر از چهره های مهم عرصه فیلم و تئاتر کشور ما بودند. سوسن فعالیت تئاترش رو از سال 1350 آغاز کرد و در ضمن تحصیلات خودش رو در سال 1352 در رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رسوند و در همونجا بود که با همسرش داریوش فرهنگ که بازیگر و کارگردان بود آشنا شد و ازدواج کرد که این ازدواج چندی بعد به جدایی رسید. بانو تسلیمی همچنین قبل از سینما به عنوان یک بازیگر تئاتر فعال بود و با گروه بازیگر شهر، تئاتر پیاده و تئاتر چارسو و کارگردانانی مثل
آربی آوانیسیان، داریوش فرهنگ، هرمز هدایت، مهدی هاشمی، بیژن مفید و بهرام بیزایی همکاری بسیاری داشتند. البته فعالیت‌های سینمایی ایشون با بازی در فیلم چریکه تارا از کارهای بهرام بیزایی در سال 1357 شروع شد که بازی ایشون در این فیلم در جشنواره سن سباستیان مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در سال 1363 در مجموعه سربداران ساخته محمد علی نجفی هم بازی کرد. تسلیمی در این مجموعه نقش فاطمه را بازی کرد که زنی پرقدرت بود. او مرد پوشی می کرد و سوار بر اسب می شد و رهبر گروهی از جنگجویان بود. تا اینکه در سال 1364 در گیرودار جنگ ایران و عراق بانو تسلیمی ایده فیلم باشو غریبه کوچک رو در طرح کوتاهی با بیزایی در میان میگذاره و او هم که در اون زمان در فکر ساخت فیلمی درباره بچه ها بوده اون رو میپذیره و پرورش میده. اگرچه باشو غریبه کوچک در سال 1369 در زمانی که سوسن تسلیمی در سوئد به سر می برد بعد از 5 سال توقیف اکران شد، در واقع سوسن تسلیمی در سال 1366 به سوئد مهاجرت اجباری کرد و اولین فیلمی که در سوئد بازی کرد فیلم مرز به کارگردانی رضا پارسا بود. در سال 1370 هم اولین تئاتر خودش رو در سوئد به نام مدعا که کارگردانی و نوشتن متن و بازی اون همه به عهده خود ایشون بود رو به روی صحنه برد که این نمایشنامه از آثار کلاسیک یونان و اساطیر یونانی اقتباس شده بود و خودش با کمک ماسک های مختلف اون رو بازی کرد. پیش از این کار هم البته در تئاترهای بازی کرده بود. همچنین در سال 1999 میلادی تا 2002 میلادی جزو هیئت مدیره مهمترین مرکز تصمیم گیرنده فیلم سوئد یعنی انستیتو فیلم سوئد بود و حالا هم در وزارت فرهنگ سوئد از اعضای هیئت مشاورین تئاتر هستند. به علاوه تدریس بازیگری از فعالیت‌های ایشون در سوئد هست، در حالی که نمایشنامه‌های زیادی در سرتاسر سوئد اجرا کرده که اکثر آنها به زبان سوئدی اجرا شدند. ولی او از سال 1999 میلادی دیگر در تئاتر بازی نکرد. تعجب داشته باشین بینندگان عزیز که چقدر سخته برای یک انسان ادالت به سن بلوغ و بالاتر هم رسیده باشه و بخواد زبان دیگری یاد بگیره و تازه دوباره بیان خودش رو از پنجره زبان دیگر که در کار هنر تا اونجا که من آشنایی دارم باید کلمات کلیدواژه ها رو حس کنی، درون اونها لباس اون کلیدواژه ها رو بپوشی، به تن حس کنی تا بتونی بازی کنی. هنرمندی مثل بانو تسلیمی که بسیار گیرا بازی میکنه. این را هم اشاره کنم که اولین فیلمی که کارگردانی کرد فیلم حادثه قریب الوقوع بود که در جشنواره فیلم گوتنبرگ به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد. به عنوان فیلم افتتاحیه چقدر افتخارآمیز. و بعد از اون بیشتر به کار کارگردانی پرداخت. بانو سوسن 3 فیلم سریالی هم برای تلویزیون سوئد کارگردانی کرد که یکی از اونها که فیلم 1 ساعته‌ای به نام عشق 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 که در مورد زندگی یک مادر و دختر سوئدی است بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. هنرمندی که فرهنگ دیگری رو باید میشناخت، زبان دیگری رو باید میشناخت، به چه علت که در سرزمین خودش هنر ممنوع است.
بعد از اون فیلم 4 ساعته بازداشتگاه رو کارگردانی کرد و در طول این مدت علاوه بر کارگردانی فیلم چندین نمایشنامه تئاتر رو هم کارگردانی کرد که مدیر عامل از جدیدترین کارهای ایشون در زمینه تئاتر است. اما همونطور که میدونید بانو تسلیمی دائما در ایران با مشکل سانسور دست به گریبان بود و حتی درباره حجاب در فیلم شاید وقتی دیگر گفته که حرف بسیار جالبی زده که برای تماشاگران غیر ایرانی حضور با حجاب حتی در هنگام خواب عجیب است و یا برای جلوگیری از سانسور فیلم باشو غریبه کوچک مجبور بود طوری بدود که بدنش زیاد تکان نخورد و شاید به خاطر همین محیط خفقان آور که منجر به مهاجرت زود هنگامه او شد بانو تسلیمی نتوانست کارهای زیادی رو در ایران انجام بده ولی معدود کارهایش در ایران به قدری برچسته بود که نام او رو ماندگار کرد. بانو تسلیمی به قول بهرام بیزایی از اون دست بازیگرانی هست که هر 100 سال یک بار ظهور میکنه. بسیار جالبه که از دهان بهرام بیزایی کارگردان برجسته یک چنین صحبتی بیرون میاد. ایشون در گفتگوی بلندی که با محمد عبدی منتقد فیلم و پژوهشگر هنر ساکر لندن داشته میگه فکر میکنم مرگ یزدگرد دقیقا بعد از دایره گچی اجرا شد. طرح مرگ یزدگرد رو بیزایی از خیلی قدیم داشت و هنگام فیلم برداری چریکه تارا بیزایی به من پیشنهاد کرد که تئاتر مرگ یزدگرد رو کار کنیم. در موقع فیلم برداری یادداشت‌هایی می‌نوشت برای مرگ یزدگرد، حتی از من می‌پرسید که بین نقش مادر یا دختر کدام رو بیشتر دوست داری که من گفتم نقش مادر یعنی زن آسیابان رو. بعد از فیلم برداری که برگشتیم تهران بیزایی بلافاصله شروع کرد و به نوشتن این فیلم نامه پرداخت. بانو تسلیمی ادامه میده که ما بعد از دایره گچی شروع کردیم به تمرین که در تالار چارسو اجراش کنیم. اون موقع تئاتر چارسو دوباره راه افتاده بود و اجراهایی در اون انجام میشد. مدیر تئاتر شهر در اون زمان آقای مهدی حجت بود. شناخت کافی و کامل از ایشون ندارم، اما اون موقع در حدی که دیدم آدم فرهنگی بود که مرگ یزدگرد رو خوند و خیلی خوشش آمد. برخوردش خیلی مثبت بود و از کارهای بیزایی هم خیلی خوشش می آمد. نکته مهم این بود که زبان نمایش فقط فارسی بود بدون هیچ لغت عربی و این کار خیلی پرزحمتی بود. خیلی هم خوب نوشته شده بود. ما که شروع به تمرین کردیم بعضی ها می گفتن این زبان سختی هست و مردم نمی فهمند. چقدر باعث تأسف. در ایران مردم زبان فارسی را نمی فهمند. بخت بد ما از همین جا آغاز میشه. آن کسانی که این کار را کردن آگاهانه این کار را کردن. ما می گفتیم اگر تماشاگر کلمه ای رو هم نفهمند از جمله و فضا هیچ چیز را نمی تواند در نظر نگیرد. یعنی تمام فضا اگر کلمه ای را هم ندونه به اون کمک میکنه در درک اون کلید واژه های فارسی اصیل. واژه های قدیمی فارسی توی این نمایشنامه زیاد داشته ولی واژه های فارسی که فراموش شده بود و شاید بعد از این نمایش به یاد خیلی ها آمد من فکر میکردم موفق خواهد شد که شد. تماشاچی ها هم خیلی استقبال کردند. اواخر ماه مهر به روی صحنه رفت. هیچ کس هم نیامد بگوید که ما نفهمیدیم. کار هنری رو باید فرهنگی و هنری رو باید اعتقاد داشت. تئاتر و سینما دستاویزهای خوبی هستند. نه تنها دستاویز، صنعت بسیار بالایی است که در پیشرفت و اشاعه فرهنگ و هنر بسیار مهم است. و از اون مهمتر افرادی که این مهم رو به دوش میکشن مثل
سوسن تسلیمی مثل بهرام بیضایی و افرادی که در اینجا اسم بردیم و خواهیم برد و آنهایی که نباید بایستند در کشورشون و از اونها سپاس انجام میشه و باید کشور رو ترک کنن، زبان دیگری یاد بگیرند، فرهنگ دیگری رو بیاموزند تا بتوانند اون هنرشون رو، اون بار پرتجربه‌ای که در کشور خودشون به سرمنزل مقصود میخواستند برسونن، نیمه رها کنند و به فرهنگ دیگر برن. برجت در حقیقت تئاتر فقط به متن متکی نیست و متن فقط جزئی از نمایش است و وقتی اجرا می شود عوامل دیگری در بیان هنری تأثیر دارد که خدمتتون عرض کردم. ضمن اینکه متن هم کاملا قابل درک بود و تماشاچی رو نباید دست کم گرفت. این رو هم بگویم که پدر بزرگ مادری بانو تسلیمی، علی اکبر آخوندوف، از نسل میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، نمایش نویس عصر ناصری بود. یعنی ببینید نسلن در نسلن در نسل آمده بود تا این مشعل اشاعه فرهنگ و هنر در دست بانو سوسن قرار میگیره که ناگهان مشعل در کشورش خاموش میشه و باید این بار رو جای دیگر به منزل دیگر برسونه. همونطور که خدمتتون عرض کردم آخوندزاده نمایشنامه‌نویس عصر ناصری بود که مقیم باکو بودند و بعد از انقلاب بولشویکی به بندر انزلی آمده بودند و برای تئاتر گیلان از زبان فرانسه و روسی نمایشنامه ترجمه میکرد. بانو تسلیمی در چنین دنیایی رشد کرد و طبیعی بود که وارد عرصه بازیگری بشه و هرچند که میگویند پدرش در ابتدا بیشتر تمایل داشت که او پزشک شود و میدونید چرا پدر مادرها اینو میگفتن؟ چون میدیدن که همواره کارهای هنری و فرهنگی یک سری دشمنان ریز و درشت و زیر پوستی در کشور داره که نمیذاره اونها بتونن به جایی برسن که زندگیشون رو از اون راه بگذرونن، ولی همیشه این مسئله موجود بوده و میبینی که در اینجا ایشون استثنا نبود. 2 سال بیشتر نداشت که به تهران مهاجرت میکنن و پدر و مادرش در تئاترهای تهران از جمله تئاتر فردوسی مشغول کار میشن و خیلی از شبها که اجرا داشتن سوسن رو با خودشون میبردن که بانو تسلیمی درباره اون شبها میگه من پشت صحنه مینشستم روی صندلی و بازیهایش رو تماشا میکرد. دنیایی بود پر از رنگ و جادو که تأثیر شگفت‌انگیز خودش رو بر من گذاشت و راه زندگیم رو تعیین کرد. آیا میشه این حس‌ها رو در کشور دیگه منتقل بکنه؟ آیا ما خواهیم داشت سوسن دیگر که با پشت بانه بسیاری از نسلن در نسل هنرمند بتونیم داشته باشیم؟ و چرا این فرصت ها در کشور ما ممنوع هست؟ برجد ایشون 5 ساله بود که مادرش در 29 سالگی و در 13 اردیبهشت 1333 خیلی ناگهانی درگذشت. مادرش علاوه بر تئاتر در سینما هم کار میکرد و 3 ماه بعد از درگذشتن به خاطر بازی در فیلم مهتاب خونین به عنوان بهترین بازیگر زن سال انتخاب شده بود و سوسن برای گرفتن جایزه باید روی صحنه میرفت که در این باره میگه جایزش رو من گرفتم، یک گلدان نقره بود. تمام سالن شروع به کف زدن کردن، من ساکت به جایزه و ابراز احساسات مردم نگاه می کردم. احساسم را در آن لحظه یادم نیست، نه شادی بود و نه اندوه، نمی دانم چه بود.
گلدان نقره‌ای جایزه منیر رو مدت‌ها در خانه داشتم، اما وقتی به قصد کشور سوئد از ایران بیرون آمدم، گلدان را نمی‌دانم چه کردم و امروز نمی‌دانم کجاست. بانو تسلیمی، نه تنها گلدان، خاطراتی زیباتر ماند. از دوستی خاطرم هست، یک دوست پزشکی که دعوتش می‌کردن ایران برای کنفرانس‌های بزرگ، در آخرین باری که داشت خارج میشد بیاد، یکی از مسئولین نظامی در فرودگاه نگاه میکنه به ایشون، میگه که کجا میرید؟ میگه دارم میرم برمیگردم کشوری که زندگی میکنم. میگه اون انگشترتو در بیار. بعد بهش میپرسه که این انگشتر رو میدونی چیه؟ این ارزش آنچنانی برای کسی دیگه نداره. در دانشگاه امریکا رسمه که یک انگشتری دارن که بر جهت اساتید و افرادی که اونجا کار میکنن به اونا میدن این انگشتر را. یک خاطره و یک نمونه و یک نمادی هست. با اصرار بهش میگه انگشتر در بیار، بعد میتونی بری. بهش این کلمه رو میگه یا این جمله رو میگه که چیزی که با ارزشه منم که دارم میرم بیرون، نه اون انگشتر و طلاهایی که از مردم گرفتی. و بانو تسلیمی، اگر جایزه مادرتون رو شما دریافت کردید، اون گلدان نقره‌ای، اون کاخ زیبای طلایی شما و مادرتون و پدرتون بودیم که از ایران دریغ شد، و به خصوص شما که تازه در عنفوان ارائه و روشنگری در فرهنگ ما بودید که متاسفانه کشور شما را دست داد، گلدان نقره‌ای شما بودید. سوسن بعد از درگذشت مادر و پدر هم بازیگری را کنار گذاشت و وارد کار تهیه فیلم شد. ایشون خودش اشاره میکنه که کلا دلخوشی از مدرسه نداشته و فقط دلخوشیش نمایش های مدرسه بوده که محیط رو براش قابل تحمل میکرده، و اولین نقشی که بازی میکنه نقش ابو مسلم خراسانی بوده که با فراموشی دیالوگش ناتمام میمونه. در کلاس هفتم هم در مدرسه با مرضیه برومند آشنا میشه. مرضیه برومند هم خدمتتون میگم بینندگان عزیز، باز ما به واسطه سنمون آشنایی داریم که این اسامی بسیار بزرگی هستن که میخوام بهتون بگم که به هر الفی الف قدی براید. سوسن تسلیمی ها، مرضیه برومند ها و هم ردیف هایشون تکرار نشدن هنوز. برجد ایشون با مرضیه برومند آشنا میشه و با هم دوست میشن و به سینما میروند و نقاشی میکنند و شعر میگویند. اما از جمله خاطرات جالبی که بانو تسلیمی از دوران دبیرستانش تعریف میکنه، چگونگی آشنایش با غلام حسین سایدی و علاقه به نمایشنامه و آثار ایشون است که دربارش میگه سایدی پزشک بود و پنجره اتاق انتظار مطبش به حیات مدرسه ما باز میشد. بچه ها میدانستند که سایدی نویسنده است و محبوب بود در محل و همه شیفتگی عجیبی به او داشتند. یادم هست که گاهگاهی بچه ها جمع می شدن و در حیات مدرسه براش ترانه ای رو که در اون زمان معروف بود می خوندن، و یا هر وقت که رد می شد براش سوت می زدن، او هم نگاهی می کرد و رد می شد. یعنی وقتی که دقت می کنید به خاطرات بانو تسلیمی، می بینید که فضا پر از استعداد، فضا پر از فرهنگ، فضا پر از ایرانیت هر ایرانی بود. ادامه میدن، اما سایدی دکتر مادر بزرگ من بود و مادر بزرگم هر بیماری داشت پیش ایشون میرفت و فقط به او اعتماد داشت. ما هم که مریض میشدیم ما را میبرد پیش او. از این طریق من با سایدی آشنا شدم و
نمایشنامه‌هاش رو خوندم و توجه داشتم که ببینم او چی می‌نویسه. البته نمایشنامه‌های رادی هم می‌خواندیم در اون زمان، نمایشنامه نویس بسیار خوبی بود ایشون. علاوه بر اینها اجراهای تفننی و غیر رسمی در مدرسه در نهایت منجر به این میشه که در سال 1345 نمایش اونها به نام حماسه میهن در منطقه 5 تهران اول میشه و در تابستان در مسابقه کشوری شرکت میکنه که در اردوگاه رامسر برگزار میشه. برای بینندگان و شنوندگان که درباره اردوگاه رامسر اطلاع ندارن، اردوگاهی بود که برای بهترین ها انتخاب میشد و به رامسر میرفتن و تمام دانشجویان در مسابقات اونجا حتی بین بهترین ها مسابقاتی برگزار میشد و تئاتر، موسیقی، مسائل فرهنگی مطرح بود و دانشجویان مدت زیادی رو در اونجا میگذروندن و با هم آشنا میشدن و یک گرد همایی فرهنگی جوانان و آینده کشور در اونجا بود. که تسلیمی هم در اون سال به عنوان بهترین بازیگر دانش آموز دختر انتخاب میشه و علیرضا مجلل هم به عنوان بهترین بازیگر پسر برگزیده میشه. بعد از اون هم اجراهای تالار فرهنگ انجام میگیره و بانو تسلیمی که در اون زمان 17 سال داشت و در نمایش آریو برزن و نمایش آرش کمانگیر همکاری میکنند و بعد از اون هم به نمایش‌های رادیویی برنامه جوانان به کارگردانی فریدون توفیقی دعوت میشه. ببینید تمام نمایش‌هایی که بازی میکنند تمام حاکی از ارائه و بازسازی فرهنگ و افتخارات فرهنگی ما بوده که من فکر میکنم باید خیلی بیشتر انجام میشد تا ما به این روزگار گرفتار نمیشدیم. باید بیشتر از اینها فعالیت میشد. باید ما سوسنهای بیشتری داشتیم. باید مرضیه برومندهای بیشتری داشتیم. باید بهرام بیضی‌های بیشتری داشتیم. در سال 1348 هم بانو تسلیمی با راهنمایی‌های احترام برومند، یعنی خواهر مرضیه برومند و داوود رشیدی همسر احترام، کنکور میده و در رشته مورد علاقه‌اش یعنی تئاتر پذیرفته میشه که در این باره میگه جزو کنکورمون زبان انگلیسی بود، فیلم بود، ادبیات تئاتر بود، ادبیات فارسی و فن بیان و اطلاعاتی راجع به تئوری موسیقی و بعد هم که باید 3 تا صحنه رو اجرا می‌کردیم که ایشون ادامه میده میگه یادم هست که صحنه لیدی مکبث رو اجرا کردم که خیلی هم براش تمرین کرده بودم. خاطره جالبی رو اینجا باهاتون من شیر میکنم که میگه که استادهایی که داوری میکردند داوود رشیدی، حمید سمندریان و پرویز ممنون بودند و شاید افراد دیگری که یادم نیست. نوبت من رسید، هنوز جمله اول رو نگفته بودم، آقای سمندریان گفت مرسی کافیه. همینطور مونده بودم و فکر کردم که اینقدر بد بود که اینها حتی حاضر نشدن مونولوگ من رو تا آخر بشنون. خیلی هم ناراحت شدم، گفتم من فقط جمله اولم رو گفتم و هنوز اجرا نکردم، چرا همه بچه های دیگه مونولوگاشون رو گفتن و من نباید بگم؟ گفت نه کافیست، شما بفرمایید. بعدا اسامی کنکور که در آمد دیدم قبول شدم. هنوز یک ماه از شروع ترم اول نگذشته بود که بانو تسلیمی در نمایش نگاهی از پل نوشته آرتور بیلر و با کارگردانی حمید سمندریان روی صحنه میره و به جای مریم معترف که 15 روز قبل از اجرا کنار میکشه نقش کاترین رو بازی میکنه. بلافاصله بعد از این نمایش هم به نمایش امشب از خود میسازم، امشب از خود میسازیم به کارگردانی پری صابری میپیوندن و بعد هم به گروه تئاتر پیاده ملحق میشه که داریوش فرهنگ
مهدی هاشمی، هوشنگ رحیمی اون رو پایگذاری کرده بودند و به واسطه همین آشنایی سال 1350 با داریوش فرهنگ ازدواج میکنه. بعد هم عضو گروه بازیگران شهر کارگاه نمایش از آربی آفنیسیان میشه. آربی ساختارهای ذهنی او رو درباره بازیگری دگرگون میکنه و بعد از این شالوده شکنی سوسن خودش رو در دنیای دیگری از بازیگری حس میکنه. بانو تسلیمی همچنین درباره تأثیر تربیت تئاتری خاصی که از آربی آموخته بود به در فعالیتش در سینما اینطور میگه که در اولین کار سینماییم در سال 1357 با بهرام بیزایی 7 سال تمام بود که با آربی کار کرده بودم. برای من راحت تر بود که جلوی دوربین درک کنم چه راهی رو باید پیش گرفت. البته چون بازیگر تئاتر بودم در روزهای اول کمی مشکل داشتم، چون ناگهان تماشاگر توی دوربین است و نه تماشاگر واقعی و پیشینه بازیگری من در ارتباط با کارگردانی بهرام بیزایی که سابقه درخشانی در سینما داشت باعث شد که کار من وارد مرحله دیگری بشه و رشد تازه‌ای رو آغاز کنه. در نهایت بانو تسلیمی ارزیابی کلیش از کارنامه‌اش رو اینطور جمع‌بندی می‌کنه که در یک نگاه کلی بسیار فعال بودم. تعداد کارهایی که کردم چه در زمینه بازیگری و نوشتن نمایشنامه و فیلمنامه، سفرهای کاری، شرکت در سمینارها، آموزش دیدن در سطوح مختلف کاری خودم، ماموریت‌های فرهنگی که در سوئد به عهده گرفتم، تعدادشان بسیار بسیار زیاد است. با وجود این گاهگاهی فکر میکنم خیلی کارها رو نکردم. خیلی ماها بود که بیکار بودم و خیلی از وقتم رو در ایران از دست دادم. خیلی از فیلمنامه ها و نمایشنامه هایی که بهرام در ارتباط مستقیم با من نوشت قرار بود کار شود ولی نشد. هنوز حس میکنم خیلی از کارها رو نکردم. 4 سال اولم در سوئد فقط صرف یاد گرفتن یک زبان جدید شد. اون هم در 36 سالگی. در کشور تازه‌ای که نمی‌داند تو کی هستی و چه کرده‌ای، یک غریبه‌ای بودی بدون هیچ شناسنامه‌ای. و برای ایشون اشاره می‌کنه، برای همین خیلی حیف شد. خیلی از کارها را دلم می‌خواست بکنم و نشد. بله، اون روزی که شناسنامه ما رو ربودند، دوباره و دوباره ربودند. ایشون همچنین در یک مصاحبه میگه همیشه تأسف میخوردم که از اینکه چرا نتونستم کارم رو در ایران ادامه بدم، چرا کشورم وضعیتی نداشت که نه تنها من بلکه بسیاری مانند من بتونن در اونجا راحت کار کنن. به علاوه او تنها بازیگر زن سینمای بعد از شورش 57 ایران هست که بدون حجاب در فیلمی با ایفای نقش پرداخت. او در فیلم های چریکه تارا و مرگی از گرد به کارگردانی بهرام بیزایی بدون حجاب بازی کرد. شاید همین هم باعث مبارزه بر علیه ایشون شد. ایشون در این باره میگه طبیعتا موی هر زنی برای اون زن بسیار مهمه، عضوی از بدن اوست. طبیعت یا خداوند یا کسی که ما را خلق کرده ما را با مو خلق کرده، همانطور که با بینی و ابرو و دست و پا خلق کرده. مو جزی از بدن و جزی از شخصیت ماست و مدل مویی که انتخاب میکنیم و اینکه موهامون کوتاه باشه بلند باشه جزی از شخصیت درونی ماست و از همه مهمتر موی زن ارتباط زیادی با شخصیت زن داره. همچنین مسئله مو در شخصیت انسان‌ها تأثیر زیادی داره و به همین دلیل پذیرش حذف اون برای انسان خیلی مشکل است. هیچ دولتی در هیچ جای دنیا حق ندارد
در این مسئله بسیار خصوصی دخالت کند و در ارتباط با اون تصمیم بگیرد. متاسفانه این مسئله مربوط به کشورهایی میشه که بنا به رویشون میخوان همه رو یک شکل و یک رنگ بکنن، همونطور که در چین و در آغاز انقلاب این کشور همه و همه مردم یونیفرم دادن و به یک فرم در آوردن. بسیار خوب، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. سپاس که تا اینجا با ما بودید و تا دیدار دیگر، بدرود.